بار رومینه. نگفتمت مرا آنجا که آشنات منم، در این سرای فنا چشمه حیات منم. وگر به قهر روی صد هزار بار ز من، به عاقبت به من آیی که انتهات منم. انتهای ما ایرانه، پرچم شیر و خورشیده، فرهنگ و ملت ایران. با درود و احترام خدمت دوستان عزیز و نازنین. ببینید عزیزان، قبل از اینکه این برنامه رو ببینید یه درخواستی ازتون دارم، اونم این که یه چیزی مد نظرتون باشه و این هست که فضای سیاسی ایران واقعا دچار بن‌بست شده، چه در بخش مخالفین حکومت، چه حتی در بین حاکمیت. و ببینید 42 ساله که ما مخالفین حکومت انواع کارها رو خواستیم انجام بدیم و یک ایدئال‌هایی در ذهنمون بوده، بد نیست که با یک زوایای دیگری هم به یک سری مسائل نگاه کنیم، واقعا شاید مفید واقع شه. و من اعتقادم ندارم که همه حرفای این برنامه وحی منزله، نه، ازتونم درخواست میکنم که نظرات خودتون رو حتما با من در مورد این برنامه حتما و حتما در میون بگذارید. ضمناً بعد از این برنامه من یه مدتی نیستم، چون یه کار پژوهشی تحقیقی بسیار وسیع رو داریم انجام میدیم تحت عنوان مستند خاندان فرخزاد که مربوط به کل خانواده فرخزاد میشه و دکتر فریدون فرخزاد از کودکیشون، زندگی شخصیشون، سیر تحول فکری سیاسی در طول پیش و پس از انقلاب تا لحظه مرگ و همچنین مسائل و حواشی که پیرامون قتل ایشون مطرحه رو داریم روش کار میکنیم. مژده هم این که هم دوستشون هم برادرزادهشون در این مسیر ما را یاری خواهند کرد. برنامه رو ببینید، نظرات خودتون رو حتما با من در میون بگذارید. ممنونم. ببینم هموطن عزیز من، یه واقعیتی رو خدمت شما بگم، چه به لحاظ مادی چه به لحاظ معنوی و روحی به نفع من هست که بیام اینجا و دستم رو مشت کنم، فریاد بزنم ای ملت غیور ایران، انقلاب کنید و این رژیم ضحاک منش را به زیر بکشید. آخرشم اگه به مسائل مالی بخوام فکر کنم، یه حساب پیپل بدم بین چند هزار نفری که چندین هزار نفری که برنامه رو میبینن، 10 نفرم بخوام کمک مالی بهم بکنم، یه چیزی دور بر 4-5 هزار دلار سر یه برنامه به دست بیارم و بعدشم که دوربین رو خاموش کردم برم ویسکیمو بریزم، با دوست دخترم برم فیلممو تماشا کنم یا برم بیرون گردش کنم تا برنامه بعدی، از دید خیلی هام قهرمان مبارزه باشم و به به و چهچم از بشنوم و احساس قهرمانی هم بهم دست بده، خیلی به نفعه. هر آدمی اگه یکم عقل تو سرش باشه این کار رو انجام میده اگه بخواد منفعت طلب باشه. به خدای ایران قسم و سوگند که من دلم برای مملکت میسوزه و به همین دلیل میخوام بشینم بدون تعارف، بدون سانسور امروز با شما صحبت کنم، هیچ چیزی رو هم سانسور نکنم، این چیزی که توی ذهنم هست رو با شما مطرح کنم. و ضمناً طرفداران جمهوری اسلامی، خانم یا آقای محترمی که طرفدار جمهوری اسلامی هست، این برنامه به درد شما نمیخوره، این برنامه خاص. برای اینکه در این برنامه من فرصت نمی کنم بیام توضیح بدم چرا باید از نظام جمهوری اسلامی گذار کرد، و این برنامه مختص کسانی است که به این درجه از آگاهی رسیدند که هیچ راهی غیر از این برای نجات و آینده روشن ایران وجود نداره. و خطابم به این آدم است، خودتو خسته نکنم وطن طرفدار جمهوری اسلامی سر این برنامه. اما ببین هموطن عزیز من، ما چند راه براندازی بیشتر نداریم. من همه این حرفا رو میزنم، راه ها رو بهتون میگم، با در موردش با هم صحبت میکنیم، هیچ اهمیتی هم نمیدم که یک آدم سطحی نگر که فقط از صحبت ها اون لایه روش رو میفهمه و دنبال کلمات توی جملات هست و تنها چیزی که از مبارزه یاد گرفته اینه که بشینه و با آدم ها انگ بزنه، من اون کاری ندارم که نمیفهمه.
مخاطبین آگاه و اندیشمند و ژرف‌نگر برام مهمند که این صحبت‌های من رو عمقش رو درک کنن. ما چند حالت براندازی بیشتر نداریم. یکیش کودتا هست. یکی دیگه‌اش انقلاب رنگین هست. یکی دیگه‌اش انقلاب کلاسیک هست. یکی دیگه‌اش کمک خارجی هست که حالا هم شامل جنگ میشه هم حالت غیر جنگیش رو هم داریم. یکی دیگه‌اش هم فروپاشی سیستم هست. من در مورد همه اینها با تو صحبت دارم. ببین دوست من، یکی از این حالت‌ها کودتاست. خب میتونه در فکر، در ظاهر، در تصور چیز قشنگی باشه که یک سری نیروهای نظامی در کشور کودتا کنن، خیابونها رو فتح کنن، آسمان رو هواپیماشون فتح کنه و یک سری از سران فاسد و کسانی که دستشون به خون آغشته است، حالا چه در نیروهای نظامی چه در نیروهای غیر نظامی و مثلا سران سیویل مملکت، اینا رو بیان دستگیر کنن و بعد هم بگن ما 6 ماه برای حفظ نظم در قدرت میمونیم، بعد هم یک انتخابات آزاد برگزار شه، مردم رأی بدن مثلا چه سیستم حکومتی میخوان، و بعد از اینکه مردم هم رأی دادن و انتخاب کردن چه سیستم حکومتی میخوان، ما برخواهیم گشت به پادگان ها. خب این در فرض اگرم چه اتفاقی بیفته بذارید بیفته، ما از خودمونه که بیفته، مخالفتی وجود نداره، ولی من بعید میدونم چه اتفاقی بیفته. برای اینکه قدرت اصلی نظامی در کشور در دست سپاه پاسداران هست و کودتا زمانی انجام میشه که قدرت اصلی رو بخواد یک قدرت پایین تر به زیر بکشه. همه مملکت از سپاه هست، همین الان از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اصلا تمام ارگانهای اصلی قدرت در هماهنگی یا همکاری با سپاه باستاران دارن پیش میرن. کی رو بخواد پایین بکشه؟ بر ضد کی بخواد کودتا؟ بر ضد چی بخواد کودتا کنه؟ وقتی خودش حاکم بر کشور و پاسخگو نیست. این همه بندر در اختیار داره، این هم در اقتصاد داره دخالت میکنه، پاسخگو هم بهش کی نیست. دیوانه است مگه بره کودتا کنه؟ مثلا یک وزیر رو به وجود بیاره که مجبور شه بعدن خودش پاسخگو باشه در ازای کارهایی که میکنه یا در ازای مسائل اقتصادی که داره دنبال میکنه که اصلا نباید دنبال کنه به این حد در این حجم. و ضمناً مملکت دستشه دیگه، الان قوه مقننه که دستشه و در مورد قوه مجریه هم قطعاً در همین انتخابات مردم به درستی رأی نخواهند داد و به نظر من در عدم رأی مردم حکومت دست قوه مجریه هم دست یک سپاهی میفته. یه چیزی همینجا تو پرانتز بهتون بگم، تو پرانتز عمق این حرف من درک کنید. من اتفاقا خب من دیگه میدونید رو اینستاگرام به خصوص دوستانی که من رو همراهی میکنن میدونن دیگه تمام تلاش رو داریم انجام میدیم و خیلی هم لازم نیست ما تلاش کنیم. قطعا انتخابات مردم رأی نخواهند داد و یه چیزی کمتر از 30% مشارکت وجود خواهد داشت که افتضاح مشروعیتی برای نظام به بار میاره و خیلی مثبت هست. و حالا چرا نباید رأی داد و به نزدیک انتخابات بشه برنامه‌ها دارم براش. اما همون ابلهانی که رأی میدن و فکر تغییر در داخل این حکومت هستن و فکر این هستن که از این صندوق رأی به نتیجه خواهند رسید، امیدوارم این افراد ابله با تمام وجود امیدوارم برن به شخص سعید محمد رأی بدن. چرا؟ برای اینکه بذارید بیاد چنان گند اقتصادی بزنه، چنان گند مدیریتی بزنه، چنان فاجعه‌ای به بار بیاره که ظرف چند ماه قیافه تک تک این کسانی که دارن خودشونو پاره میکنن برای سید محمد دیدنیه. کسی که خاتم الانبیا رو با اون سطح بودجه، با اون سطح امکانات، با اون سطح هماهنگی با تمام قدرت‌های اصلی در کشور اونطوری مدیریت کرد، بیاد قوه مجریه، یک جوک جالبی در تاریخ به وجود میاد. و اتفاقا بذارید بشه، چون اگه نشه این تفکر تو ذهن برخی از آدم‌های ساده و ابله نمیخوشه. بذارید بیاد و مردم ببینند که این چه موجودیه و اونطوری که 20 خورده سال جامعه ما نسل‌های مختلف با نام جامعه مدنی اصلاحات بازی خورد، این بار دوباره چند دهه بازی اندفه نظامیان اقتدارگرا رو نخوریم. همون اول بذارید بیاد مثل روحانی که بساط اصلاحات رو برای همیشه جمع کرد، اینم بیاد بساط امید یک عده رو به این ماجرای
نیروهای نظامی اقتدارگرا جمع کنه. اتفاقا من دلم میخواد اتفاق بیفته، چون هیچ راه دیگه ای نداره. کسانی که مغزشون از سنگ و آهکه رو بهشون فهموند که این بیاد بدتر هم میشه اوزه. اما به هر حال این اتفاقا میفته، قوه مجریه هم میفته دست نیروهای نظامی سپاهی به طور مشخص، و دلیلی من نمیبینم برای کودتا. این در زمینه کودتا. برسیم به یکی دیگه از این راه‌های براندازی، اونم کشورهای خارجی هستن. یعنی حالا یا جنگ با یک کشور خارجی یا کمک‌های بیش از حد و مختلف یک کشور خارجی برای براندازی. ببین از من، واقعیت اینه که کاری ندارم چند نفر کشته میشن، هر یک خونی که از ایرانی ها ریخته شه همه ما باید واقعا با تمام وجودمون احساس شرم کنیم بابت این قضیه. و اصلا این بحثشو من، این زاویهشو من کاری ندارم که چه نابودی هایی در کشور به وجود میاد، چه زیرساخت های کشور نابود میشه، برای چند دهه ما عقب میفتیم از همینی هم که هستیم. حالا ایناشو کار ندارم. از من، تجربه جنگ و تجربه تغییر حکومت توسط جنگ توسط کشورهای خارجی رو دیدیم. عراق رو دیدیم، لیبی رو دیدیم، سوریه رو دیدیم. من نمیدونم بعضیا چی فکر میکنن. فکر میکنن مثلا آمریکا یا اسرائیل یا هر کسی بیاد با ما بجنگه و بعدش میگه ملت بفرمایید براتون انتخابات آزاد میاریم، شاهزاده رضا پهلوی تشریف بیارن، افرادی که در کشور کاندیداهای قدرت هستن تشریف بیارن، ما هم امنیتتون رو برقرار میکنیم، بفرمایید ایران در اختیار شما، برید یک کشور آزاد و آباد و با اقتصاد پویا بسازید. مغز خر خوردن؟ چه کسانی که طرفدار جنگن، چه کسانی که طرفدار قدرت خارجی هستن برای تغییر در ایران بدونن. عزیز من، پادشاه ایران رو واقعا آمریکا به زیر کشید. یه برنامه‌ای دارم، نبرد بزرگ شاه با آمریکا. میبینم بعضی موقع در کامنت ها واقعا آدم های چی بگم آخه، واقعا چه لقب، نمیخوام حرف بدی بزنم، طرف میاد میگه شاه سرسپرده آمریکا بود. هیچی نمیدونی، هیچی غیر از اون چیزی که در مغزت کردن نمیدونی. بزرگترین جنگ اقتصادی تاریخ جهان رو شاه با آمریکا رقم زده. برنامه ای است به نام نبرد بزرگ شاه با آمریکا در کانال یوتیوبم، بر اساس اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا، گزارش اندرو اسکات کوپر به نام راند نهایی در دوحه، لینکش رو این بالا قرار میدم. برید این برنامه رو ببینید و بفهمید که چرا آمریکا خواست شاه ایران رو به زیر بکشه. مگر مرض داره که آمریکا این کار رو انجام بده؟ اگه مثلا بیاد الان حکومت رو برای ما عوض کنه، جنگ با جنگ یا با هر حالت دیگه، و یه چیز خیلی خوب رو بذار سر کار بیه، یه چیز خیلی خوب رو برد. شاه ایران مستقل شده بود از سال 48 به بعد، قدرتمند شده بود. این همین قدرت و استقلال رو نخواست. نمیفهمم بعضیا به چی فکر میکنن. این بحث نظامی خارج، قدرت خارجی و اپوزیسیون هم یه بخشیشون واقعا اصلا آدم خجالت میکشه. کفش حزب جمهوری خواه آمریکا رو واکس میزنن. مثلا آقایی که با چند تا دوستاش رفته کنگره و سنا رو انداخته، بزرگترین افتخار زندگیش اینه که مثلا بلیت بخره از سایت وایت هاوس بره توی مهمانی که پرزیدنت آمریکا هست کنارش عکس بگیره. این لکه ننگه، این افتخار نیست. ببین، دلیلی که من خودم شخصا شاهزاده رضا پهلوی رو قبول داشتم همیشه این بود که باج نداده به خارجی. سر قضیه هسته ایران حتی عوامل موساد ازش خواستن که بیاد حتی پروژه هسته ایران رو بیاد و افشا سازی کنه، چون دنبال اپوزیسیونی بودن که از طریق اون این کار رو انجام بدن، و قبول نکرد. گفت من بر چیزی که به مسائل کلی منفعتی مملکت رو بر ضدش کاری انجام نمیدم. سر جنگ ایران و عراق هم دیدیم که همه اپوزیسیون، چه اونایی که خیلی دوستش دارید، یعنی آدمایی که مثلا کسانی که بعضی‌ها شاید ناراحت شن، واقعا منظورم مثلا دکتر فیروز فرخزاد نیست، منظورم یک حزب‌های دیگه، یه سری افراد واقعا
رفتن سمت صدام، غیر از مجاهدین که دیگه اصلا اسلحه کشیدن، فقط شاهزاده رضا پهلوی بود رفت اعتصاب غذا کرد جلوی کاخ سفید، جلو سازمان ملل بر ضد صدام. حالا ببین، به هر حال کاری ندارم. کمک خارجی، آقا من عقیده دارم به ما کمک نخواهد کرد. این رو عقیده دارم که باید رایزنی های صورت بگیره در جهان، به خاطر اینکه خیلی جهان پیچیده‌ای داریم ما. روسیه است، چین هست، عرب هستن، آمریکا هست، اسرائیل هست. باید رایزنی های صورت بگیره که مخالفتی با تغییر نکنند اینها. این یه بحث دیگه است. اما اینکه بخوایم بسپریم به اونها که اونها بیان برای ما کاری بکنن، نتیجه نمیدیم. مثلا دو مسئله در مورد براندازی. سه تا مسئله میمونه، یکی انقلاب رنگی، یکی انقلاب کلاسیک و یکی هم فروپاشی. نزدیکترین حالت به واقعیت در جامعه ایران فروپاشیه. حالا من در مورد دوتای دیگه کامل توضیح میدم، به خصوص در مورد انقلاب خیلی باهاتون صحبت دارم، انقلاب کلاسیک. فروپاشی خیلی حالتیه که جامعه ایران داره به سمتش میره. ایران امروز بسیار شبیه به سال 1989 شوروی، به دهه آخر، اواخر دهه 80 شوروی. اولیگارشی حاکم بر جامعه از طرف یک سری از رهبران که فرقه تبهکار بهشون میگیم، و همچنین سطح فساد اینها، سطح بیتوجهی اینها به جامعه و تمام اینها، واقعا ایران امروز رو شبیه به اواخر دوران شوروی کرده. یه قسمی برنامه من قبلا در این مورد خیلی کوتاه دو سه دقیقه است، ببینید، قبلا ساخته بودم، مربوط به فروپاشی، ببینید این رو حتما. آسمان و زمین از شرق تا غرب میدان جنگ آمریکا و شوروی شد. هنرمندان، دانشمندان و حتی ورزشکاران سربازانی شدند برای این جنگ طولانی. سالها از این نبرد طاقت فرسا می گذارد. نبردی که به جنگ سرد معروف شده، ولی سرمای آن بیش از همه زندگی مردم شوروی را منجمد کرده است. سالها بودجه‌ای که باید صرف زندگی مردم شود، خرج جنگیدن در کشورهای دیگر، کمک به مخالفان آمریکا، ساخت سلاح و همینطور نمایش اقتدار نیروهای نظامی می شود. رژه اقتداری که برای مردم هم تا صف پشت در فروشگاه ها ادامه پیدا می کند. این اوضاع در حالی به وجود آمده که شوروی روی اقیانوسی از نفت و گاز شناور است. اما از این منابع به جای ثروت بیشتر، فقط حسرت بیشتر نصیب مردم می شود. به خصوص وقتی آنها زندگی خود را با زندگی مردم کشورهای پیشرفته مقایسه می کنند. در 25 دسامبر سال 1991، دومین ابرقدرت جهانی، حکومت ایدئولوژیک اتحاد جماهیر شوروی با انبارهای مملو از تسلیحات هسته‌ای و در اختیار داشتن مخوف‌ترین و بزرگترین سازمان اطلاعاتی تاریخ موسوم به KGB، با چنان سرعتی فروپاشید که چپ‌ها و سوسیالیست‌ها حتی تا همین امروز گیج و سرگردان در جستجوی علل آن هستند. و البته علل سقوط بسیار ساده بود. 1. اختناق و نبود آزادی سیاسی در حکومت شوراها. 2. فساد گسترده سیستماتیک در بین تمامی قوا، در میان تمامی رهبران کوچک، میانی و بزرگ حزب کمونیست شوروی. 3. سیستم کهنه و از کار افتاده بوروکراتیک کشور. 4. فروپاشی شدید اقتصادی و عدم توان دولت در کنترل آن. 5. خسته شدن مردم از ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم، به طوری که حتی بین مسئولین نیز ایدئولوژی تنها جلوه ظاهری داشت. و 6.
خرج تمام منابع کشور در امور نظامی و امنیتی برای حفظ حکومت که باعث نارضایتی گسترده مردم و گسترش روزافزون فقر در تمام سطح جامعه شد. فروپاشی معمولاً در چه حالتی پیش میاد؟ فروپاشی چه فرقی داره با انقلاب و انقلاب رنگی؟ در فروپاشی معمولاً ارگان‌های قدرت در داخل با هم درگیر میشن، به معنی خود کلمه درگیر میشن، قدرت‌های واقعی، نه اینکه مثلا فرض کنید مثلا یه سری آدمایی که یه زمانی یه کاری بودن تو جمهوری اسلامی الان مخالف شده باشن، نه، مثلا توی وزارت اطلاعات، مثلا توی ارگان‌های اصلی قدرتی اطلاعاتی کشور، کسانی که چارچوب کشور دستشونه، اینا با هم درگیر میشن، میدونید، و این درگیری اینها به فروپاشی کل سیستم ختم میشه. اتفاقی که در شوروی هم افتاد همین بود که یلتسین و گورباچوف و گروه‌های طیف‌های مختلفی در کاگبه با هم درگیر شدن و نتیجهش رسید به اون فروپاشی. این احتمالش خیلی زیاده، چون جامعه ایران هم داره به اون سمت میره. مردم هم در فروپاشی نقش دارن، ولی نه نقش اصلی. نقش اصلی جنگ بین قدرت داخلیه. فروپاشی میتونه خطرناک باشه به خاطر اینکه ساختار قدرت در کشور خیلی تضعیف میشه یک زمان، یک برهه‌ای، و این زمان هست که نداهایی از تجزیه طلبی، نداهایی از جدایی خواهی بلند میشه و بودند کشورهایی که بعد از فروپاشی فقط نظام نپاشیده، کشور پاشیده. ما این مسئله رو توی یوگسلاوی دیدیم، ما این مسئله رو توی بالکان تا حدی دیدیم و حالا به هر حال کشورهای مختلف. این اتفاق، این خطر هست. نمیگم الزاماً هر فروپاشی به این ختم میشه، ولی خیلی از مواقع فروپاشی ها به جدایی ختم شدش. بودند هم فروپاشی هایی که چنین نشده و کنترل شده و اتفاقا نتیجه مثبتی هم داده. این حالت فروپاشی، من الان میگم بهترین حالتی که در ذهنم هستم خواهیم رسید. یه حالت دیگه، حالت انقلاب رنگینه. در انقلاب رنگی بافت های از قدرت بدون اینکه سیستم نظام رو تغییرات گسترده‌ای درش بدن، میان و برای به قدرت رسوندن خودشون قدرت دیگر رو کامل کنار میزنن. مثل اوکراین، مثل صربستان، مثل انقلاب های نارنجی، انقلاب گل سرخ، انقلاب، اما تمام کشورهای دنیا ما اینو دیدیم. خیلی از جاهای دنیا ما همچین نمونه هایی داریم، مثل لهستان، مثل چک، مثل قضیه هاول یا قضیه، میدونید، همه این آدم ها، همه این شخصیت، همه این انقلاب های رنگی رو ما زیاد تجربه کردیم. مشابه، یعنی این اتفاق هم در ایران در سال 88 داشت پیش می اومد تا یه حدی. هدف انقلاب رنگی و در انقلاب رنگی به هیچ وجه اون سیستم کلی رو تغییر درش به وجود نمیاره. یعنی شما حساب کنید سال 88 خود شخص موسوی، خود شخص خاتمی و این رهبران این ماجرا به هیچ وجه نمیخواستن نظام برانداز کنن، فقط میخواستن دگرگونش کنن در همون چارچوب. اصلا دلیلی هم که شما دیدید در 25 خرداد که 3 میلیون آدم اومده بود تو خیابون، امروز دیگه فاش شده که رهبران اصلاحات خودشون، همین مثلا ابتهی و نمیدونم تاجزاده و فلان، این رهبران میانی اصلاحات و حتی شخص میرحسین، شخص خاتمی و اینها، خودشون اومدن در وسط خیابون آزادی در راه بیمایی و خودشون بعدن دیگه مشخص شد که کاملا اومده بودن که جمعیت رو اتفاقا کنترل کنن، که جمعیت به سمت نمیدونم تسخیر صدا و سیما و حرکت به سمت بیت رهبران نره. یعنی خودشون، خیلی کلمه زشتیه در مورد مردم به کار بردن، نمیدونم چی، آها بذار اینطوری بهتون بگم، میخواستم یه کلمه بدتر بگم، میخواستم ترمز جمعیت رو بکشن. این واقعیته. چرا؟ چون هدف انقلاب رنگی بود، تزش هم عجاریان داده بود، همه کالتهاش هم عین انقلاب رنگی بود و نتونستن، موفق نشدن. و به نظر من در ساختار قدرت در ایران هم امروز ما حالتی نداریم که مثل انقلاب رنگی به وجود بیاد، چون اصلا ما یه همچین بازی قدرتی دیگه دارم تو نظام نداریم.
که بخواد یکی آنچنان وزنه‌ای باشه که مخالف این طرف باشه و اون وزنه بخواد این ور رو زمین بزنه خودش بشه وزنه اصلی. نداریم همچین چیزی رو تو نظام الان، واقعا نداریم و نخواهیم داشت به نظر من. میمونه انقلاب. و خوب دقت کنید، ما دو تا مسئله داریم در مورد انقلاب. یکی این که اصلا بشه انقلاب پیروز شه، حالا نتیجهش خوب شه بد شه یه بحثه. یکی دیگه این که بشه اون انقلاب رو به یک نتیجه مثبت رسوند. حالا هر دو تا این بحثا مهمه. اولا این که اصلا بشه انقلاب بشه یا بتونند مردم انقلاب کنن، انقلابشون پیروز شه، حالا خوب و بدش به کنار، این مستلزم این هست که ببینید تمام انقلابهایی رو که پیروز شدن، باز میگم نتیجه خوب و بدشون کار ندارم، اصل این که انقلابشون چجوری پیروز شد رو ببینید، در هیچ کدومشون شما نمیبینید که انقلاب از خارج از کشور رهبری شده باشه. یک اشتباهی که مردم در مورد سال 57 میکنن اینه که فکر میکنن خمینی بود که انقلاب ایران رهبری کرد. نه، خمینی صدای انقلاب بود. خمینی فقط تصمیمات مهم رو در آخر آذر به خصوص دی و اوایل بهمن گرفت، وگرنه نزدیک یک سال بود که تمام رهبران میانی در داخل از کشور رهبری انقلاب رو بر دست داشتن. طالقانی، مطهری، بهشتی، بازرگان، سنجابی، بنی‌صدر و و و بنی‌صدر رو مطمئن نیستم داخل، ولی اون گروه، اون طیف، حالا یه بخشی هم که اصلا چپا و رجوی و داردسته نمیدونم کمونیستا و اینا بودن، اینها بودند و تشکیلات منظم و گسترده آخوندها در ایران در تمام شهرها و روستاها، اینها انقلاب رو رهبری کردند. اون سران سیاسی با سوابق سیاسی در داخل از کشور انقلاب رو رهبری کردند. یه مثال بهتون بزنم، یکی از نقاط عطف انقلاب ایران ماجرای نماز جمعه عید فطر بود، نماز عید فطر بود در تپه‌های قیطریه. میگم نماز جمعه نماز عید فطر در تپه‌های قیطریه بود. برید ببینید، میبینید که طالقانی و بهشتی تصمیم این رو گرفتن، به خمینی خبرش رو دادن، خمینی فقط روش کار کرد و رسانه‌ایش کرد و اون موقع رادیو بی بی سی در اختیار این حرکت خودش رو قرار داده بود و از طریق رادیو بی بی سی تو کل جهان پخش شد، ولی تصمیم و برنامه ریزیش کار طالقانی و بهشتی بود، نه خمینی. ببین تمام انقلاب‌های دنیا در این حالته. حالا در مورد ایران ما باید نگاه کنیم ببینیم که چه کسانی در داخل از ایران قدرت تشکیلات ساختن دارن، قدرت حرکت ایجاد کردن دارن، قدرت برنامه ریزی سیاسی و مدیریت حرکت انقلابی دارن. این کار هر کسی نیست، این کار کسی است با سابقه اکت و کار سیاسی، با شناخت بافتهای قدرت و بافت سیاسی یک حکومت. این کار هر کسی که مخالف باشه نیست. خوشبختانه، متاسفانه، به هر حالتی که بگیرید، تنها کسانی که در داخل از ایران امروز هستند و سابقه کار سیاسی و تشکیلاتی دارند و قدرت مدیریت رهبری حرکت خیابانی و انقلابی مردم رو دارند، اصلاح طلبانی هستند. حالا یا اصلا اصلاح طلب هم نگیم، کسانی که در حاکمیت بودن. حالا اصولگرا چرا نمیگم؟ چون خیلی هاشون جدا نشدن از حاکمیت. حالا شاید تو اون طیف هم کسان جدا شده باشن، ولی اصلاح طلبانی که سابقه این ماجرا رو بلدن. حالا میخوای بگی نه، بگو نه، میخوای نفهمی منظور منو، درک نکنید اصل منظور منو، درک نکنم وطنی که دنبال مخالفتی با چیزی که میشنوی. اما دیدیم آقا، سال 96 رو دیدیم، آبان 98 رو دیدیم، مردم عادی با همه شجاعتشون هم وقتی بیان تظاهرات کنن، رهبری نشن، از داخل کار تشکیلاتی روشون انجام نشه، بلد نباشند این حرکت رو چجوری مدیریت کنن، نتیجه نمیده، سرکوب میشن، پرپر میشن، کشته میشن و نتیجه هم نمیگیرن. شبکه گروهی
افرادی که قبلن کار تشکیلات رو انجام دادن میتونه یک حرکت رو رهبری کنه در داخل از کشور، و کسانی که در خارج از کشور هستن، چهره‌های شاخص، شخص شاهزاده رضا پهلوی، اینا میتونن صدای این حرکت باشن و دیگه از یه جایی هم در بحث جهانی به دنیا بقبولونن این حرکت مردم رو، و هم از یه جایی نقش خیلی موثری ایفا کنن. نیروهای نظامی هم همیشه در انقلاب‌ها هیچ‌وقت از روز اول نیومدن مردم بپیوندن. آخرین مرحله، در بالاترین حد، آخرین لحظه نیروهای نظامی ببینن دیگه ورق به کفه ترازو به سمت انقلابیون برگشته، اکثرا میان و میپیوندن، سلاحشون رو زمین میذارن، روی مردم نمیکشن. این واقعیت. ببین یه مثالی بهتون بزنم. سال 88 زنجیره انسانی تشکیل شد بین قبل از انتخابات، قبل از 23 خرداد که روز انتخابات بود، از زنجیره انسانی تشکیل شد از تجریش تا راهن، تا میدون راهن. این زنجیره انسانی بعدها که فکر میکنید میبینید که چه هدفی پشتش بود. این میخواست مردم رو عادت بده به حضور در خیابان. این فکر شده بود روش. این اتاقهای فکر این اصلاح طلبا و این جنبش هایی که کارهای تشکیلاتی کرده بودن یه همچین حرکت رو انجام دادن. شعار اگر تقلب بشه ایران قیامت میشه شعاری بود که از اتاقهای فکر در اومده بود، روی اینها کار فکری و برنامه ریزی شده بود و تونستند بزرگترین حرکت گردن کلفت رو در بعد از انقلاب به وجود بیارن تو ایران. منتها چرا نتیجه نگرفت؟ چون رهبران اصلی این ماجرا دنبال انقلاب رنگی بودند و حفظ کل حاکمیت، دنبال دگرگونی بزرگ نبودند. به خاطر همینم هم کنترلش کردن. به خاطر همینم همونطور که گفتم مثلا موسوی و خاتمی و خیلی از رهبران اصلاحات خودشون رفتن 25 خرداد وسط جمعیت، نذاشتن جمعیت رادیکال شه. وگرنه رهبران میانی، اون کسانی که کار تشکیلاتی رو انجام دادن، کارشون رو خیلی قشنگ انجام دادن. بابا یه سال مملکت رو هوا بود. یه بحث. و متاسفانه ما، حالا خوشبختانه، هر چیزی، مردم هیچ اطمینانی به هیچ کسی با هیچ سابقه تشکیلاتی در ایران ندارن. میگن آقا اصلاح طلب بوده. خب بوده که چیکار میخواید بکنید؟ ببین از این حرفا رو کسی به شما نمیزنه بین براندازا. من الان حرفا رو بزنم، من الان خیلی برام باحال‌تر بود، خودمونی تر از این بگم که بیام اینجا بشم آی ملت برید همشون رو نابود کنید. آقا چه جوری؟ من بند خدایی که ناراضیه، ببین نارضایتی به حد اینجا رسیده در کشورها، اون بدبختی که ناراضیه، خب کار تشکیلاتی بلد نیست، اینا بلدن. و من اعتقاد دارم، نمیخوام اسم بیارم، نه کس خاصی مد نظرمه، نه به مصاحبه یکی نگاه میکنم چون نمیخوام نیت خونی کنم، نه اعتماد آنچنانی به کسی دارم، نه اصلا چهرش افراد منظورم نیست، ولی مطمئنم اصلاح طلبانی این آدم های این تیپی، این سبکی هستند که به نتیجه گذار از جمهوری اسلامی رسیدند. این واقعیته، هستند این تیپ آدم ها، قطعا هستند. و ما باید از اینا بهره بگیریم، نه اینکه هر کسی رو به خاطر سابقه اصلاحات در اینان رد کنید، بکوبید، نابود کنید و بگید آقا این از خودشونه. نمیتونید بدون اینها کاری انجام بدید هموطنان. یه مسئله دیگه بگم، اول این صحبت انقلاب گفتم که یه راه اینه که اصلا میتونه انقلابتون پیروز شه یا نه. یه راه دیگه این که حالا ببینیم نتیجه پیروزی انقلابتون مثبت میشه یا نه. ببین ما مثلا انقلاب 57 داشتیم، انقلاب تونس هم داشتیم، انقلاب مصر هم داشتیم. انقلاب تونس نمونه یک انقلاب خیلی مثبته، انقلاب مصر هم تا حد زیادی مثبت بود، حالا که بعدم تونس اون مرسی رو هم حتی جلوشو بگیره دیگه بعد از اون تحول بزرگ. انقلاب ایران نمونه که انقلاب منفی بود. چه اتفاقی افتاد؟ تمام کسانی که در ساختار مملکتی بودند در انقلاب ایران همه رو کنار زدن مردم، چه نظامی، چه سیویل، چه آدم های عادی، تکنوکرات ها، همه رو کنار زدن. مملکت موند بدون قدرت رهبری، بدون قدرت
بابا هر اداره، هر تشکیلاتی، هر نیروی نظامی باید باشن اون افرادهای حد زیادی. ببین باید چارچوب و اسکلت مملکت تا یه حدی حفظ شه، نه مثل انقلاب رنگی که اصلا نظام حفظ میشه کامل. نه، تو انقلاب موفق، مثلا تو انقلاب تونس نهاد مجلس موند. ببین من الان منظور حرف من اینه که وقتی شما یه گروه های از این اصلاح طلب ها رو که خواستار گذارند باهاشون کنار بیاید، چون اینا 40 سال توی مملکت نمیدونم نماینده بودن، کار کردن، کار نکردن، هر کاری کردن. حالا اونایی که دستشون به خون آغشته است، اونایی که فساد مالی هم آنچنانی داشتن، اونا رو کاری نداریم، ولی به هر حال یه سری هم یه شهردار فلان جا هم نبوده که هیچ کاری. ببین یه چارچوبی باید حفظ شه دیگه، اگر نشه میشه انقلاب 57. اینا باید بتونن برای یه مدت هم که شده تا قبل از اینکه متخصصینی که کنار گذاشته شدن در تمام این سالها بیان به قدرت برسن، برای یه مدت کوتاه هم شده باید اینا بتونن مملکت رو مدیریت کنن. آخه عزیز من اگه تمام نیروهای نظامی رو بخوای کنار بزنی، مملکت میمونه بدون دفاع. تمام نیروهای اداره ها چجوری باید بگردن؟ نمیدونم کارخونه ها چجوری، میگم کارخونه ها، وزارت خونه ها چجوری باید کار کنن؟ ببین انقلابی موفق بوده که حد اکثری که در توانش بوده از کسانی که در قدرت قبلی بودند استفاده کرده. در مصر ارتشش حفظ شد و به هر حال ببین امیدوارم کسانی که آگاهند حرف من رو بفهمند، امیدوارم که کسانی که آگاهند حرف من رو در این برنامه بفهمند. من از اصلاحات دفاع نمی کنم، اصلاح طلب نیستم، ولی برای گذار از این حکومت به عقیده من ما به اصلاح طلبانی که به این نتیجه رسیدند که باید گذار کرد از جمهوری اسلامی احتیاج داریم، چه برای برنامه ریزی و مدیریت و رهبری میانی انقلاب در داخل از کشور، چه برای کنترل و اداره کشور برای تایم مشخص و محدود. چاره غیر از این نداریم، نمیتونیم از آسمون مدیر بیاریم که به موقعش افرادی که خارج از کشور هستن یا داخل از کشور هستن و تخصصان آنچنان دارن کنار گذاشته شدن میان. یه دوره کوتاهی حداقل باید کشور بتونه اداره بشه. نشه میشه 57، نشه میشه ضربه ای که ارتش خورد تو سال 57 و پشتبندش عراق به ایران حمله کرد و این مسائل. مملکت باید این مسائل رو در نظر گرفته باشه و اینکه اصلا آیا میتونید انقلاب رو پیروز کنید بدون کمک اینها یا نه. کدوم آدم های من و شما اینا تخصصی همچین کاری رو داریم که اینها دارن؟ حالا شاید شما بگید که ما از کجا به این نتیجه برسیم که آقا یه نفر گول نمیخواد بزنه، یه نفر فریب نیست، این واقعا اصلاح طلبی بوده قبلا که الان دیگه گذار کرده. اینها خودشون رو نشون خواهند داد، چون مملکت در حالت بحرانه، چون این وضع ایران نمیتونه بمونه، قطعا اینها خودشون رو نشون خواهند داد. حرف من با شما اینه، شما نمیخواد اعتماد کنید به کسی، اتحاد کنید باهاشون. خیلی فرق بین اعتماد و اتحاد. همین که یه نفری اومد و یه سابقه مثلا اصلاحاتی داشت، نگید آقا برو گم شو، برو به کارت، ببخشید لفظ بکنم بودم، اصلا حرف نزن تو، ساکت، مثلا تو رو نمیشه. اگر کسی اومد هر سابقه اصلاحاتی هم توی مملکت داشت و رفتاری رو کرد که در جهت مخالفت با اساس رژیم بود، در جهت براندازی بود، و شما خیلی موقع عمل کرد آدم ها رو باید ببینید، همچین چیزی رو دیدید، به نظر من باید اتحاد داشت باشون. حالا این چیزیه که تا حد زیادی من اعتقاد دارم شخص شاهزاده رضا پهلوی هم قبول داره و باورش داره این قضیه رو. شما جور دیگه ای فکر میکنید؟ نه من اینجا مسئول انقلاب کسی هم، نه فکر میکنم، ادعا دارم که حرف من بهترین حرفه. جور دیگه ای فکر میکنید؟ فکر کنید نتیجه دیگه میگیرید؟ امیدوارم که بگیرید، منم کمکتون میکنم.
اگر فکر میکنید میدان میلیونی میتونید تشکیل بدید و همه مردم 4 میلیون آدم بیان تو خیابون و همه رادیکال، همه تند، بدون هیچ کمکی از نیروهایی که قبلا یه کار تشکیلاتی توی مملکت کردن، کار سیاسی توی مملکت کردن، سابقه ای دارن توی جمهوری اسلامی، بدون اینا میتونید کاری انجام بدید. امیدوارم بتونید و انجام بدید، موفق شید. 42 ساله نشده و من امیدوارم که بشید. من نمیگم حرف من وحی منزله، من نمیگم، من میگم فقط، من میگم چاره. یه موقع پراگماتیسم میخوایم رفتار کنیم. ای خدا، من امیدوارم بعضی از افراد، اینقدر من از این مسئله خوردم میگم، الان من میدونم دیگه، میرن تختی میکنن، برش میزنن، بحث را میندازن، آقا فلانی گفته من اصلاح طلبم، من دارم حرفم رو کوب میزنم برای کسی که میفهمه. من اعتقاد دارم از تجربه این افراد اگر استفاده نکنید، کسانی که حداقل خودشون رو نشون خواهند داد و خارج از چارچوب نظام خواهند شد، از اینا استفاده نکنید پیروز نمیشید. پس این دید رو دارم من نسبت به اصلاحات. اعتقاد دارم شاهزاده رضا پهلوی هم واقعا مطمئنم تقریبا که این دید رو داره. ما میتونیم بشینیم خارج از کشور و فریاد بزنیم مرگ بر تمامیت و کلیت جمهوری اسلامی، که میزنم این فریاد، من هم تمام زندگیم شده این مخالفت با نظام. ولی در راه پراگماتیسم و روش براندازی، به نظر من ما باید خیلی آغوشمون باز باشه، خیلی خیلی ها رو باید بتون جذب کنیم، باهاشون متحد شیم، اعتماد نکنیم ولی متحد شیم. دیگه حرفامو گفتم، میتونستم بیام اینجا شعارهایی بدم، میتونستم حرفایی بزنم که خوششون بیاد، ولی من چیزی که برای نجات ایران، برای خلاص شدن از شر این رژیم در ذهنم هست رو و بهش اعتقاد دارم، آدم بی سوادی هم نیستم، بهش اعتقاد دارم و باور دارم، با شما مطرح میکنم. بحث کنیم با هم، کامنت بذارید، گفتگو کنیم، نظراتتون رو بگید و من خیلی خوشحال میشم از این مذاکره‌ای که با هم داشته باشیم در کامنت ها. باور کنید یه اخلاق بدی که خیلی از ایرانی‌ها دارن بحث تعارف و شکست نفسی هست. نه، من نه آدم بی سوادی هم، خیلی هم مطالعه کردم رو زندگی. من هر روز در زندگیم دارم مطالعه میکنم، تمام عمرم هم این کار کردم، نه فقط در زمینه رشته تخصصی و اینها، در همه زمینه های مربوط مسائل سیاسی و تاریخی و اینها، و کتاب های جین شارپ رو خوندم، اصول براندازی رو خوندم، تاریخچه لهستان رو میدونم، اوکراین رو میدونم، روسیه رو میدونم، خاورمیانه رو دیدم، بررسی کردم، مقالاتش رو دارم میخونم، راههایی که واقعی هست رو به شما میگم. بعضی موقع هم آدم دنبال درد سره که یه حرفایی رو میزنه، ولی من گفتم شاد و پیروز و سربلند باشید، پاینده ایران برقرار باد، پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان، من پادشاهی خواهم، خواستار سقوط این نظام اهریمنی هستم، ولی برای رسیدن به هدفم سعی میکنم پراگماتیستی رفتار کنم و پراگماتیست باشم، نه ایدئالگرا و شعار زده. این فرق من شاید هست با خیلی های دیگه. شاد و پیروز سربلند باشید، پاینده ایران برقرار باد، پرچم سرنگ شیر و خوشی نشان، بدرود تا برنامه بعد. Ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue delirio. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba. El amor es tu pasión. Es la historia de un amor
como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme feliz.